لایو ایونت کراون جول 2022 با مسابقه بابی لشلی در مقابل براک لزنر آغاز میشه. ابتدا آلمایدی بابی لشلی وارد میشه، بعد ده بیست براک لزنر که توی ورود براک بابی بهش حمله میکنه و به پلکان فلزی میکوبونتش که به نظر براک نیومده از پای چپ مصدوم میشه. یه اسپیر میخوره و بابی براک رو میندازه توی رینگ و زنگ مسابقه به صدا در میاد. دومین اسپیر زده میشه و براک از رینگ خارج میشه که بابی سومین اسپیر رو به براک میزنه و به دیوار کنار رینگ پیوندش میده. براک رو برمیگردونه به رینگ و چهارمین اسپیر زده میشه و کاور براک تسلیم نیست. بابی آماده اجرای هرت لاک میشه که براک اجازه نمیده و درهای سوپلکس سیتی رو به روی بابی باز میکنه. سه تا سوپلکس به کالبد بابی فرو میشه و میره برای F5 و کاور، اما بابی تسلیم نیست. براک آماده میشه تا یه F5 دیگه بزنه که بابی اجازه نمیده و با یه کلوز لاین از رینگ میندازتش بیرون. خارج از رینگ براک رو میکوبونه به پایه رینگ و توی رینگ آماده یه اسپیر دیگه که اسپیر به F5 بدل میشه، اما خیلی سریع F5 به اسپاین باستر بدل میشه و کنترل رینگ کامل در اختیار بابی قرار میگیره. هرت لاک اجرا میشه و براک میره تو مسیر بیهوش شدن که سلولای مغزیش به کار میفتن و با استفاده از تنابهای رینگ شرایط رو به شکلی در میاره که روی بابی میفته و کاور حساب میشه. 1 2 3 به این شکل براک لزنر برنده مسابقه معرفی میشه. به من این حس القا شد که بابی لشلی اسکله. تنها کاری که واسه میکرد این بود که تو شرایط کاور براک رو از حالت هرت لاکی که اجرا کرده بود در بیاره تا نبازه، همین. اما یه جورایی تا حدودی بعد مسابقه بابی از اسکل بودن نجات پیدا کرد، چرا که بیخیال براک نمیشه و دوباره هرت لاک اجرا میکنه و مثلا براک بیهوش میشه و این به این معناست که بابی ترن هیل شده و براک طرف فیس ماجراست و درگیری بین این دو همچنان ادامه داره. این مسابقه پایان کار نبود. به این مسابقه نچندان جالب کوتاه یک ستاره بیشتر نمیدم. Survivor Series War Games تبلیغ میشه. دومین مسابقه شکل میگیره، مسابقه سر کارمندان تک تیم زنان. ابتدا دمیج کنترل ایوسکای و داکوتاکای وارد میشن و بعد قهرمانان کارمندان تک تیم زنان آسکا و الکسا. اما قبل ورود آسکا و الکسا باشون صحبت میشه و پرسیده میشه بعد 5 روز چجوری میخوای از کارمندانتون دفاع کنید، که الکسا میگه ما برای چنین شرایطی خودمون آماده کردیم که یه دفعه توی تلویزیونی که اونجا بود لوگوی بریوایت به نمایش گذاشته میشه، که الکسا ایگنور میکنه و میگه کارشون ساخته است و بیانکا هم که بیلی رو شکست میده و ما، که آسکا میگه دمیج کنترل برای الکسا و آسکا آماده نیستن. زنگ مسابقه به صدا در میاد و توی این مسابقه دمیج کنترل تمرکزشون رو روی پای راست آسیب دیده آسکا میذارند و الکسا موفق میشه یه کدرد زیبا به روی ایو بزنه و آماده میشه برای اجرای تویستد بلیس، اما ایو اجازه نمیده و میخواد سوپر الکس بزنه که داکوداکای هم میاد کمکش، اما الکسا وا نمیده که آسکا میاد و زیر دمیج کنترل رو میگیره و شاید دابل پاور بامب سوپر پلکس میشیم. در آخر آسکا موفق میشه که یک کیک بزنه پس کله داکوداکای و الکسا آماده تویستد بلیس، اما ایو حواس الکسا رو پرت میکنه و واسه میشه زانوهای داکوداکای توی شکم الکسا سبز بشن و آسکا و ایو خارج از رینگ با هم درگیر میشن که ایو یه سوتی میده توی پرشش، اما آسکا خوب جمعش میکنه. توی رینگ الکسا دیدیتی میزنه و آماده برای تویستد بلیس که ایو و آسکا میان توی رینگ و حواس داور مسابقه پرت میشه که نیکی کراس سر و کلش پیدا میشه و میزنه زیر الکسا و داکوداکای همونو کاور میکنه و تموم. برندگان و قهرمانان جدید کارمندان تک تیم زنان دمیج کنترل معرفی میشن. نیکی کراس با دمیج کنترله؟ بهتر نیست که آسکا و الکسا در سال جدید 2023 بعد سروایور سریز از هم جدا بشن؟ چرا این تیم توی شو را باختن توی کراون جول دوباره بردن؟
اهمیت کمربندان تک تیم زنان که هیچی، از همون ابتدا با وجودیتشون مخالف بودم و الان هم هستم، اما به نظر من کمپانی WWE این افتخار رو برای خودش میدونه که باعث شده فرهنگ عربستان در مورد کشتی گرفتن زنان رو عوض کنه، که همینطور هم هست. برای همین اینجوری اومده نشون بده زنان قوین و شاهد قهرمانان تک تیم زنان جدیدیم. یعنی یه اتفاق مهم رو زنان رقم زدن، یه مسیریه که با روند شوها و کمپانی متفاوته، ولی این موضوع رو بذاریم کنار و این مسابقه دو ستاره بیشتر نمیدم و خود کمربندان تک تیم زنان فاقد اهمیت‌تر جلوه داده شدن. نشون داده میشه لوگان پال با داداشش و دوستاش وارد استادیوم شدند و لوگان با وان لکی پانچش امید داره تا پیروز میدان بشه. اسکارلت به روی استیج حاضر میشه، بعد کریان کراس. از میکاپ اسکارلت خوشم اومد و ورودشون زیبا بود، مخصوصا 2000 درون هایی که توی هوا به نمایش گذاشتن. بعد درو مکینتایر با سوردش وارد میشه و قفس هل این سل به پایین میاد و مسابقه این دو آغاز میشه. توی مسابقه معمولی خوب شاهد پیشرفت کریان کراس میشیم، خیلی بهتر از مسابقه قبلی کار کرد. تقریبا اوایل مسابقه این فرصت برای درو مهیا میشه که کلیمور کیک بزنه، اما اسکارلت حواس درو رو با آویزون شدن از قفس پرت میکنه و باعث میشه که این فرصت در اختیار کراس قرار بگیره تا کراس جکت و کراس همر به روی درو اجرا بشه. اولی نفر کراس تلاش میکنه که با بالا رفتن از قفس برنده مسابقه بشه، اما درو مانع میشه، از بالای قفس بهش سوپرپلکس زیبا میزنه. درو خواهان پایان دادن مسابقه از طریق خروج از در قفس میشه که اسکارلت اسپری فلفلش رو تو چشم و چال درو و داور مسئول در قفس خالی میکنه. بعد یه زد و خورد بین درو و کراس، دوباره درو تلاش میکنه که از در قفس خارج بشه، اما اسکارلت در رو قفل میکنه. درو تصمیم میگیره که از بالای قفس خارج بشه و اسکارلت سری دست به کار میشه تا در رو باز کنه و حالا کراس میخواد از در بیاد بیرون و مکینتایر هم آویزون قفسه که درو زودتر پاش به زمین میخوره و برنده مسابقه درو مکینتایر معرفی میشه. به این مسابقه خوب 3 ستاره میدم. جاجمنت دی وارد میشن و ریا ریپلی مایند گیمش رو ادامه داره میده و برای یاد بود از بت فینیکس موهاشو مثل اون کرده. بعد اورجینال کلاب وارد میشن و مسابقه 6-man تک تیم آغاز میشه. توی این مسابقه 3 ستاره انگار شاهد روند یه مسابقه هستیم که هر هفته در شوهای هفتگی میبینه و تفاوت یا اتفاق مهیجی رخ نداد. وسط مچ هم فین بلر یه سوتی داد و اومد زمانی که گلوز داشت ترتیب دام رو میداد حرکتی بزنه که پاش گیر میکنه تو پای دام و با کله رفت بیرون از رینگ. در آخر مسابقه فین آماده میشه تا به ایجی کوپ د گراس بزنه، اما ایجی اجازه نمیده و میخواد که به فین سوپر پلکس بزنه که دام آویزون ایجی میشه که کارل میاد سر وقت دام و دیمین هم از اون سمت میاد و دیمین و گلوز کارل و دام رو بلند میکنن و هماهنگ هر 6 تا پهن رینگ میشن که پشمای ریا میریزه. ایجی آماده میشه تا فنامینال فور آرم بزنه، اما دام میاد حواس داور مسابقه رو پرت میکنه و ریا میره زیر زیربندی ایجی و کله ایجی رو خیلی ملو به ایر پرون میکنه. فین سری پاهاشو تو جسم و روح ایجی فرو میکنه و بعد با ایجی کوپ د گراس نقطه پایان مسابقه رو میذاره. خالق بولت کلاب دومین لیدر بولت کلاب رو شکست میده. درگیری بین بتور یا رو کی شاید خواهیم شد؟ قول نیجریه اوماس تنها وارد میشه. عکس مایکل کول برای زمانی که اوماس توی کنفرانس مطبوعاتی دستشو گذاشت رو صورتش هم نشون نمیدن و بعد بران استرومن وارد میشه و مسابقه این دو بزرگ جسته آغاز میشه. توی این مسابقه اوماس مومنتای اولیه رو در اختیار میگیره و بران کدک خور میشه، اما بالاخره بران از کدک خوردن خسته میشه و یه جا خالی میده و سری یه دونه رانینگ پاور اسلام میزنه و تموم. برنده این مسابقه کمدی بران استرومن معرفی میشه.
به این مسابقه یه ستاره بیشتر نمیدم. مسابقه سر کمربندان تکیم مردان شکل میگیره. ابتدا قهرمانان کمربندان اندسپیوتد WWE تکیم اوسوز وارد میشند و بعد برالینگ بروتز. توی این مسابقه همون ابتدا بوچ آتیشی کار میکنه و اوسوز تصمیم میگیرن که بیخیال مسابقه بشن و کمربنداشون رو میزنن زیر بغلشون رو برن، اما بوچ اجازه نمیده و ریج و بوچ میتونن انتقام شیمس رو از دست جیمی بگیرن و دستشو به پلکان فلزی پرس میکنن. بعد یه زد و خورد بین هر چهار نفر، جیمی آماده اسپلش میشه اما بوچ توی هوا میگیرتش و میخواد که انگشته جیمی رو بشکونه، اما جی میاد و به داد جیمی میرسه و دابل اسپلش از اوسوز رو شاهد میشیم. کاور ریچ هالند کاور رو به هم میزنه. بوچ موفق میشه ترتیب دست جی رو بده و با ریج تگ میکنه و ریج به جی وایت نویز میزنه و خارج از رینگ هم بوچ با جیمی مشغول میشه و کاور یک دو نه جی اوسو کیک اوت میکنه. برالینگ برودز خیلی سری جیمی رو با هم میندازن لا تماشاچیان رو توی رینگ به جی حرکت ترکیبی میزنن و کاور، اما جیمی خودشو میرسونه و کاور رو به هم میزنه. مسابقه هیجانی میشه. دوباره هر چهار نفر به جون هم میافتن و دابل سوپر کیک به ریچ هالند فرو میشه و سری از روی تناب دوم به بوچ واندی زده میشه و تموم. برندگان و همچنان قهرمانان کارمندان و تکتیم اوسوز معرفی میشن. مسابقهشون جذاب بود و چهار ستاره دریافت میکنه. اما بعدی ماجرا اینجاست که اوسوز دوباره با نیودی مسابقه خواهند داد. احتمال داره که وایکینگ ریدرز حرکتی بزنن. مسابقه سر کمربند زنان را با مسابقه لست وومن استندینگ شکل میگیره. ابتدا بیلی وارد میشه، بعد قهرمان کمربند زنان را EST of WWE بیانکا بلر با ورود زیبا. مسابقه این دو با روندی کلاسیک و کند آغاز میشه که بیلی با باز کردن پای چوب کنداستیک به رینگ روند مچ رو تغییر میده. جالب اینجا بود که وقتی بیلی اومد به بیانکا با چوب ضربه ای وارد کنه، بیانکا جاخالی میده و چوب درست میفته روی دیواره کنار رینگ. یه بچه اونجا به چوب دست زد که مشخص سکیوریتی اونجا یه چشمه اومده، بچه پشتش گرم شد ولی زد خورد. بیلی صندلی وارد رینگ میکنه و باش مثل چوب کنداستیک نتونست کاری کنه، خودش بیشتر آسیب دیده، اما بیلی بی خیال نمیشه و یه نردبون از زیر رینگ میکشه بیرون و میاره توی رینگ که بیانکا میپره روی بیلی و درگیری به خارج از رینگ کشیده میشه و بیانکا پلکان فلزی رو به میل خودش ستاپ میکنه و بیلی با استفاده از موهای بیانکا بالاخره کنترل رو به دست میگیره و میزی رو ستاپ میکنه. خواست به بیانکا سوپلکس بزنه اما بیانکا نمیذاره و بیانکا روی رمپ به بیلی سوپلکس میزنه. جفتشون به فنا میرن و بیانکا اومد بیلی رو برگردونه به رینگ که پای بیلی سر میخوره و خیلی بد میخوره تو متعلقات کنار رمپ که وجود داشت. داور سری بیلی رو چک میکنه اما خدا رو شکر مشکل جدی پیش نیومد و بیلی به خوبی شرایط رو هندل میکنه و برمیگردن به رینگ و کمر بیانکا به صندلی سلام میکنه. بیلی صندلی رو میذاره روی بیانکا تا از روی تاپ روپ روش حرکتی بزنه، اما بیانکا صندلی رو پرت میکنه تو صورت بیلی و مانع میشه. بیلی بالاخره یه راهی پیدا میکنه تا بیانکا رو گیر بندازه لا پلکان فلزی که وقتی پاشو کشید کله بیانکا محکم خورد به نردبون. خلاصه به نظر اومد کار بیانکا تمومه. 6 تا ضربه چوب کنداستیک هم خورد، اما بیانکا به گرفتن همون چوب کنداستیک موفق میشه خودشو خلاص کنه و پلکان رو بلند میکنه اما نمیتونه حرکتی بزنه، همینطوری رندوم پرتش میکنه کنار ولی یه اسپاین باستر به بیلی روی پلکان میزنه. بیلی پا به فرار میذاره و درگیری به روی استیج کشیده میشه که این بار نوبت بیانکا میشه و 6 ضربه چوب کنداستیک به بیلی میزنه، اما بیلی سریع یه بلی تو بلی به بیانکا فرو میکنه. بیلی میره یه کیس رو میاره و بیانکا رو میندازه توی کیس، اما بیانکا روی شماره 7 داور از کیس میاد بیرون و بیلی میره برای اجرای سابمیشن و وقتی که بیانکا نیمچه بیهوش میشه میره ماشین گلف میاره تا بیانکا رو زیر بگیره، اما بیانکا دست میجنبونه و درگیری روی سقف ماشین ادامه پیدا میکنه که بیانکا میشینه پشت فرمون و بیلی رو روی سقف برمیگردونه به رینگ و روی سقف اومد بیلی رو پرت کنه روی میز که بیلی میخوره تو میز، اما میز نمیشن و بیانکا با یه پاور بامب بیلی رو به میز پیوند میده و بیلی روی شماره 9 داور روی پا
پاهاش رو وای میسه و بیانکا سه تا صندلی میندازه توی رینگ و روی صندلی‌ها بهش اسلم میزنه و اومد ساندویچ با طعم بیلی درست کنه که بیلی جا خالی میده و بیانکا بعد میخوره تو صندلی‌ها و بیانکا روی شماره 9 داور وای میسه و بیلی اومد با نردبون حرکتی بزنه که بیانکا با وجود خوردن 5 ضربه صندلی روز پلنت بیلی رو به کیس آف دف خودش روی صندلی بدل میکنه. پای بیلی به فنا میره و بیانکا سری بیلی رو لا نردبون ساندویچ میکنه و گوشه رینگ قفلش میکنه و بیلی نمیتونه از لا نردبون بیاد بیرون و داور تا 10 میشمره و برنده و همچنان قهرمان کارمند زنان را بیانکا بلر معرفی میشه. مسابقهشون عالی بود و راحت 5 ستاره میگیره. تقلای بیلی برای بیرون اومدن از نردبون خبر از این میده که هنوز درگیری این دوتا ادامه داره و احتمالاً در وار گیمز به پایان میرسه. بری وایت وارد میشه و بازم حرف داره و میگه اسم من بری وایته. یه زمانی به هر دری میزدم که بفهمین من دقیقاً کیم. چیزی که شاید دربارم نمیدونید اینه که من از یه خانواده معتبری میام، از خانواده رسلینگی. بعضیا میگن حتی از زندگی بزرگتر و من از زمان بچگی میخواستم عالی باشم ولی عالی کافی نبود و باید عالی ترین همشون میشدم. که تماشاچیان میگن آره تو هستی. بری ادامه میده آره تو هستی، این نکتهش درسته. کاری رو کردم که فکر میکردم لازمه انجام بشه. من تسلیم شدم، خیلی چیزا رو دادم تا از خودم یه هیولا بسازم و اون ماسک رو با افتخار میزدم، ولی زیاد طولی نکشید که متوجه شدم وقتی اون ماسک رو میزنم دیگه هیچ دردی حس نمیکنم. دیگه ترس کمدی شده بود و با اون ماسک کاملا غیر قابل لمس بودم و از همه چی که بگذریم حس خوبی داشت. کنار گذاشتن چنین احساسی تقریبا غیر ممکن و بعد خودم رو در پادشاهی هیچی پیدا کردم. در جزیره‌ای به تنهایی نشستم و این هیولا که خودم ساختمش شروع کرده به نابودی منو از روی هر کی که دوستشون داشتم رد شد. پس تنها نشستم، کسی نیست که منو دوست داشته باشه و جایی برای فرار نیست، تنهای تنها. که تماشاچیان فریاد میزنن ما دوستت داریم. بری ادامه میده نکته اینه که هیچکی منو دوست نداره، مردم ایده های منو دوست دارن، مردم چیزی که من قادرم انجام بدم رو دوست دارن، من حتی خودم رو دوست ندارم. اما اینا باعث پایان داستان من نمیشن. این مردی نیست که بخوام به یاد داشته باشید. اسم من بری وایته. اسم من بری وایته. اسم من بری وایته. و اینجام تا پایان داستانم رو از نو بنویسم که سر و کله عمو هاودی از تایتن ترونز پیدا میشه و میگه چرا ماسک میزنی؟ انجامش بده. چرا ماسک میزنی؟ بهشون آسیب بزن. چرا؟ احتمالاً درد داره که خودتو جای کسی بزنی که نیستی. شاید بتونی اونا رو خر کنی اما منو نه. کی بهتر از من تو رو میشناسه؟ فکر میکنی وقتی حقیقت رو بدونن هنوز دوستت خواهند داشت؟ اونا لیاقتت رو ندارن. حقیقت اینه که تو خیلی بیش از حد پیش میری و تسلیم میشی. پس اگه نگران عواقب بعدی هستی یادت بیاد که چقدر حس خوبی بهت میداد. انجامش بده و آسیب بزن و فقط ماسک رو بر ندار. به هم بگو که اشتباه میکنم. بری میکروفون رو میندازه و میره. مین ایونت شو آغاز میشه. مسابقه سر کارمند اندسپیوتد WWE یونیورسال. ابتدا لوگان پال وارد میشه، بعد قهرمان رئیس قبیله رومن رینز و همراه پال هیمن دو کشتیگیر در رینگ حاضر میشن و زنگ آخرین مسابقه کراون جول 2022 به صدا در میاد. رومن کارو با تأخیر کردن لوگان آغاز میکنه اما لوگان تو شاخ رومن در میاد و نمیذاره که تأخیر بشه و رومن خیلی خوب به لوگان زمان میده تا بتونه خودشو جمع‌جور کنه و همون ابتدا لوگان مشتشو ول میده که رومن جا خالی میده و از رینگ خارج میشه. هر دو برابر و تماشایی مسابقه میدن که پشمای هیمن میریزه. لوگان از رینگ خارج میشه که رومن پرتش میکنه توی جایگاه تایم کیپر اما لوگان روش یه پرش خوب انجام میده. رومن رو میندازه توی رینگ و یه کلوزلاین مخصوص میزنه و کاور اما رومن تسلیم نیست. لوگان یه جامپ فضایی
میزنه که توی هوا یه آپرکات از رومن میخوره. روند مچ یکم آروم میشه و رومن مجدد شروع به تغییر لوگان میکنه و پای کیسای و مستر بیست رو هم میکشه وسط. هرچی یوتیوبره به نظر قرار توسط رومن رینز در هم کوبیده بشه. خلاصه لوگان خودشو از دست ساب میشن و رومن خلاص میکنه و بعد یه زده خورد سوپرمن پانچ خودشو به رومن میزنه اما کاور نمیکنه. خوشگل شان مایکل زیتور رو پاهاش وای میست و کراس بادی و استندینگ مونسالت میزنه و کاور، اما رومن تسلیم نیست. پشمای هیمن میریزه، مخصوصا ابروهای بال هیمن. لوگان آماده اجرای سویت چین میوزیک میشه که این حرکت توسط رومن به یورونگی بدل میشه کاور، اما لوگان تسلیم نیست. رومن آماده سوپرمن پانچ، اما لوگان با مش میزنه تو کلیه رومن و با مشت شانسی میکشه تو صورت رومن و دومین سوپرمن پانچ زده میشه کاور. 1-2-2.5 رومن کیک اوت میکنه. هولی شت، لوگان رومن رو میندازه روی میز گزارشگران و موبایل دوستاش رو میگیره و یه پرش عالی از روی تاپ روپ به روی رومن اجرا میکنه که هم رومن هم خودش رو به میز گزارشگران پیوند میده که سر و کله اوساز پیدا میشه و دوستای لوگان پال رو میزنن که سر و کله برادر لوگان پال جیک پال پیدا میشه و اوساز رو میزنه. لوگان رومن رو برمیگردونه به رینگ و اسپلش مشتی رو میزنه و کاور. 1-2 رومن کیک اوت میکنه که سولو سیکوها وارد میشه. از استایل سولو بیشتر از قبل خوشم اومده. سولو جیک شاخ تو شاخ میشن که عوامل مانع میشن و درگیری رخ نمیده و لوگان میپره روی اوسوز و وقتی برمیگرده سریع یه سوپرمن پانچ و یه اسپیر مهمون رومن رینز میشه. تموم کار لوگان پال توسط رومن رینز به اتمام میرسه. عجب مسابقه ای بود. دو دفعه در شرایطی قرارمون دادن که گفتم تمام شد، لوگان برنده شد، اما نه، لوگان عالی کار کرد، بهتر از خیلی از کشتیگران حال حاضر در این کمپانی و این سومین مسابقه شو بک‌گراند رسلینگی نداره. لوگان لیاقت این رو داره که قهرمان باشه و به این شکل کراون جول 2022 به اتمام میرسه. به این مسابقه 5 ستاره کامل رو میدم. بعد مسابقه لوگان اعلام کرد که مینیسک، MCL و ACL زانوش پاره شد و رفت در مسیر جراحی. نظر شما در رابطه با این پریمیوم لایو ایونت چیه؟ امیدوارم از بررسیش خوشتون اومده باشه. دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، کامنت انگلیسی بذارید که سابان عریزه و مرسی از علی سی سانتی بابت حمایت مالی. منم باهات موافقم علی، مسابقه جالبی نبود. دمو بی تیکر، مرسی عزیز. بریم ببینیم چی داری واسمون. موبی نیرز دونیتر ها هستم و اینکه اکنالج می و با بعض مسابقات زیاد هم نکردم و پریوید آو اوف که اینطور اوف مستر شک ممنونم داداشم. اصلا یه استرس خاصی وجود داشت که نکنه این لوگان ببره، مسابقه حرف نداشت. بازم ممنونم که حمایت میکنید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید و این امکان وجود داره که از طریق سایت raymit.ir/thegame666 دونیت کنید و تا ویدیوی بعدی مراقب زیباییاتون باشید.